نه یک دانه که بنشانم نه بر جا مونده بر روی زمین بذری که برچینم سراسر گنج و انبار و پستو را به دقت جستجو کردم در انبان محبت دانه جستم جستم آن را بر حریر ابر خواباندم و در رؤیا یک گلبرگ باران دیده خیسندم و آنگه در هوای تازه گرداندم و در گلخانه اندیشه پروردم و در باغ قزل کشت یکی بود و هزاران شد هزاران بیشماران شد دردارش سپاس دردارش گذارم علی عزیزم درود بر شما درود بر شما, شما یک بار دیگه بقتشو داشتم در استودیو ایران فردا در لس آنجلس در خدمت علیرضا میبودی باشم انسانی فراتر از دوست و رفیق و یار و همدل و همدم و یه نکته بهتون بگم آدم میخواد رفیقش تنش به ناز طبیبان نیازمند مباشد من علیرضا صبح با پرویز اسفانی صحبت کردیم حالا پرویز رفیق نازنین به قول علی مظلوم ترین روزنامه نگار با پرویز صحبت کردیم پرویز حال نداره و دل ما گرفته یعنی هر دومون هر چی خواستیم بگیم پرویز جلوی چشم ماست واقعا علی روز بدی بود خیلی 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 بد مخصوصا اسفانی که هم انقلاب مملکت شخارت کرد زندگیش رو ما خارج از ایران نه زندان انداختش زندان پدرش اذیتش کردن وقتی اومد اینجا دیگران قارتش کرد دقیقا هیچ نمیگم هیچ با چند سر آیله و زندگی بسیار سخت و دشوار مزالک یکی از مهمترین نشریات بیرون از کشور واقعا کرد رو کردیم روز رو سالهای طولانی در کمال شرف و انسانیت هم زندگی کرد حالا در گوشه از لندن در بیمارستانی که نمیستم دوستان رفتن مسعود بهنود بود آقای عباسی بود خانوادش بودن همین که باز هستن جمعی از دوستان قدیمی که باز من خیلی جالب پرویز وقتی صدای ما رو شنید چقدر خوشحال شد او پاش بیا گفتم چشم دارم بر میگردم میام به زودی میبینمت و در این سال ها ما داشتیم حساب میکردیم با علی رزا. یه مجموعه بودیم که از این مجموعه خیلی نازنینان ما رفتن و این عده که موندیم قدر هم دیگه رو باید بدونیم واقعا آه. واقعا باید قدر هم رو بدونیم رفیقان قدر یکدیگر بدانیم آه. این دشمنی ها کینه ها اینا اصلا ارزشینه برای آه. چی آه. برای چی من یه چیزی براتون بگم رو شرافت انسان ها رو میخوام بگم تعریف از علیرضا میبودی نیست ولی در هر گوشه دنیا بورکینا فاسو هم بود یه آدمی مثل علیرضا میبودی سخنور شاعر یکی از انسانهایی که مسلط بر کلام و بر نوشته و قلم خوبی داره جلوی دوربین خوبه جلوی میکروفون رادیو این آدم باید الان گفتم باید در هر جای جهان که بود در بالاترین جای بیورلی ویلاش بود خونش بود رانندش اومد ورش میداشت بودیم ورون ور بهترین آسایش رو داشت و شرماوره شرماوره از اون رژیم حاکم بر مملکتمون که این نوع رفتارش هست با انسان که فرزانن نخواستن بردگی کنن نخواستن بندگی کنن ای رزا امشب دارم میخواد چند تا سوال بپرسم که اینا تخصص توه خودت فقط میدونی موقعی که آلمان بودی موقعی با. که برحال ناظر و شاهد اون حرکات مخالفت ها با رژیم گذشته و شاه و حزب توده که اصل و مایش بود در این حال گاهی میدیدیم مثلا کسی مثل مرحوم محمد آسمی در این حال که اون نگاه انتقادی و غیره داشت کاورم منتشر می کرد و کاوه تو ایران به دست ما هم می رسید طرف. توی هواپیمای ملی هم مثلا میخوندیش آیا شاهد این بودی تلاشایی که رژیم رژیم گذشته برای جذب مخالفانش بکنه و یه کاری بکنه که برگردن به وطن تمام تلاشش بود ایران 17 سال از مهاجرت اعضای حزب توده گذشته بود همان پراکنده بودن یه عده بودن در روسیه بودن یه عده بیچاره در اونجا تبعید شدن به سیبری اون تصویر سال 46 برمیگرده اولین موج مهاجرت برمیگرده به اعضا و به اصطلاح رهبران حزب کمونیست بله, بله که بعد البته حزب توده بعد به همون جمع پیوست افرادش پراکنده شدن بیشتر تو آلمان شرقی متمرکز شدن ولی بعد از 17 سال یکی از اولین هایی که همون دولت محمد رضا شاه انجام داد این که هیئت‌های فرستاد رفتن به این کشور اون کشور اینا رو پیدا میکردن آقا برگردید ایران مملکتتون برگردید اونه که دلشون خیلی هاشون برگشتن زندگی میکردن کارشون میکردن بعضی ها برگشتن مخالفت هاشون ادامه دادن ولی حق حیات داشتن یک گفتگو داشتیم با دکتر نوریالا ام. خب درباره مجموعه خود شعرها و نویسندگان و متفکرانی که برخی از اونها هم رفتن همین کانون نویسندگان رو درست بره. کردن خود شما بودی شون بودید دوستشون بودید خونهشون رفت و آمد می‌کردید همه رو از نزدیک ما همه می‌شناسیم دیگه تقریبا میشه گفت جمعی بود که مخالف خم درست ولی حق روزنامه بده مجله بده کارمند بالاترین کارمند در... باشه بله در سازمان برنامه آقا شده هرگز بابت این مخالفت هایی که در اون زمان میشد شما رو احضار بکنن وزیری وکیلی بگه که شما دیگه حق نداری حرفا رو بزنی میگن اخراجتون میکنی نه تنها کسی گفت یه رویایی گفتش که منو مدیرم میسر گفت شنیدم شعر نو میگیر <تصفح> گفت دیگه نگو دارم مورد نه ولی واقعا میخوام بگم حالا من که خیلی سنم کوچیک بود ولی به هر حال شما که از آلمان اومده بودید خود شما یه نگاهی که به شما میشد به عنوان یه آدمی بودید که نگاه مخالف حالا نمیگم به کل نظام و اینا داشتید ولی به اون رفتارها و روشها داشتید آزادانه اومدید مقالاتون نوشتید در بهترین نشریات اون زمانم گل کردید ایرزا میبودی بعد در تلویزیون یکی از حساسترین ترین رو شما رو انداختید درباره فلسفه قرب زدگی کارای بازی فردید و آل احمد و غیره و این کار به نظر من خیلی کار برجسته بود ولی رژیم جمهوری اسلامی ماها رو و آدمایی که در خارجن با یه حالت کینه و دشمنی نگاه میکنه ده. که میگه اینا حق حیات هم ندارن نمونش این که بعضی ها که در خارج در میگذرن اجازه دفنشون در ایران نمیدن نمیده یعنی خاک مصادره کردن جان. علی جان. انقلاب سائقه است دیگه میزنه تمامه در تمام دنیا انقلاب ها در حد همون یک لحظه از تاریخ یک نظام, بله. یک نظام جدید میاد یک گروهی توی ایران هستن میخوان انقلاب رو به طور تصنعی افزش بکنن جنازه رو میخوان نگه دارن نمیشه در کوبا بعد از 24 سال در سیتادر اعدام کردن ولی تمام شد. شد بعد از 26 سال خود زندگی... بله. در تمام دنیا در حالی که اینا هنوز دارن مصادره اموال میکنن هنوز روز هر روز دارن بازداشتن اعدام ستاد اجرایی فرمان سرام. امام 35 سال پنج 95 هم ثروت داره یعنی واقعا و شما حتی در روسیه هم دارین میبینید در انقلاب اکتبر اونم یه زمانی داره زمان بعد بره. زمان دولت سازی شروع میشه دقیقا درست یعنی نمیشه الان دادگاه انقلاب داریم ما هنوز شورای انقلاب فرهنگی داریم فقط توی کشورهای مثل عراق و اینجا بود عراق برداد. هم شورای انقلاب داشت دادگاه برداد. انقلاب داشت از این این ایران از زمان سر... روی کار بدن السیسی چقدر یعنی یکی از سرسخت دشمنان ارتش رو اینا کنار زدن یعنی اخوان مستوین حاکم شدن نظامی ها سر کارن اعدام داشتی حالا خوش به اعدام داشتی ولی اعدام الان دارن لغو میکنن. میکنن حتی محمد بدی رخبر اخوان رو حکمش رو تخفیف دادن در حالی که اونا جنایت رو ادامه میدن دقیقا اونا هنوز ادامه در دارن در تونس ادام داشتی؟ نه نه دیروز یه اتفاقی افتاد در تلویزیون مصر یه کنر پیشه خیلی معروف که مردم دوستش دارن نشسته بود احمد ماهر بعد داشتن راجب جنایت سینا حرف میزدن یک دفعه گریست با یه شکل عجیبی و من نگاه میکردم میگفتم واقعا هنرمند ببینید اینا. یعنی چجوری گریس و چقدر سیسی اعتبار پیدا کرده واقعا اعتبار داره خیلیم. خیلی اعتبار. یه سی براتون بگم آقای میبودی برای اولین بار اینو میگم پرزیدنت اوباما خیلی منفور شده بود در مصر در عربستان در جاهای دیگه این کاری که کرد برای تشییع جنازه پادشاه سعودی و تسلیت گفتن چنان اعتبارش رو برد بالا یه دفعه چون با او سی نفر پاشو بره با سه تا وزیر خارجه با وزیر دفاع قبلی غیره بعد اون حرمتی که گذاشت بعد جالبتر از همه اینه که از جمله مسائلی که با پادشاه سعودی صحبت کرد مسئله مصر بود و وعده ای که داد به اینکه مصر رو حمایت بکنه سفیر جدیدی هم که فرستادن مصر خیلی آدمی است که درک درستی داره با اون سفیر قبلی اون خانم خیلی بد بود با آمریکا داره یک تجری نظری در رفتار و درس دیگه که الله سفرش میشه گره مخصم ماها خبر میانه زندگی بکنیم این که آقا منافع ملی آمریکا دموکرات و جمهوری خواه نمیشه اصله. اصله. وقتی پای منافع کلان آمریکا در میان کندالیزا رئیس هست سناتور جان مککین هست وزیر خارج آقای جورج بوش, بوش, بوش هست, خز. هست. خز. بوش تمام عیاسی جورج بله, بله بودن درست. در کنار هم بگیم این اثبات میکنه مساله ملی فراتر از هر چیز و توی ایران در همین آمریکا آقای موسویان تمام سرمایه گذاریش رو این بود که بیام اختلاف بندازی بین حزب جمهوری خواه بله و, و دموکرات بله, بله تصورشون اینه و تو خود ایران هم همچین شما الان نگاه کنید این دو تا گروهی که حالا با هم دشمنی میکنن اینا واقعا یعنی من یه مقالاتی که میخونم توی روزنامه‌شون اون طرف خائن و نوکر بله آمریکا بله. و یعنی آقای هره. زریف قدم زده با وزیر خارجه آمریکا یا رو بر میگه آقای نقدی میگه من دیگه دوستش ندارم من با این نیستم خیلی وضع به خاطر عدم اعتماد دیگه بس چون بس. پایه های مردمی ندارن نگران که هم اول به هم شک دارن بد نسبت به هم دیگه کارای همدیگه رو هم دائما زیر نظر دارن برای همین هم سازمان موازی هم, هم دیگه درست گرن. گرن. درسته واقع. چون نگرانن یه حکومتی که متکی به مردم باشه که هیچ وقت نمیترسه از این دمی که وزیر خارجهش رفته مثلا با یه وزیر خارجه کنار دریاچه لمان راه رفتن همه دنیا این کار رو میکنن چه باسه ممکنه حرف های محرمانه هم زده باشن خب بالاخره وزیر خارجه است بالاخره مورد اعتماد دقیقا. اون رژیمی که اومده وزیر حالا یه سالینه که وزارت خارجه تعهداتی بسفر به پنج، پنج با هم پنج به اضافه یک با به هم به آمریکایی ها میخوام در مرحله نهایی که باید در ایران گروه میدونیم همه که خب این بس فناوری هستی در اختیار سپاهه آیا اونها این امکان رو میدن مثلا بازرسا میان در ایران مطابق تعهداتی که وزارت خارجه سپرده در اونجا امکاناتی فراهم کنن که اینها هم بتونن اشراف داشته باشن به فناوری هستی نمیدونم گزارشاتشون بدن هم از فردو دیدن کنن نمیدونم از آب سنگین عراق من تصور نمی کنم چون فناوری هستی که دست وزارت خارجی نیست درسته تو دست رهبرم نیست همین میخواستم بگم ببینید یه تصوری از که آقای خامنه ای همه قدرت دستش خب ظاهرا هم همینه ولی آیا آقای خامنه ای قدرت اعمال کردن این قدرت رو داره این سواله ببینید سپاه به گونه چنگ انداخته های ها میبودی شما نظر مافیا اقتصادی وقتی صحبت شو میکنیم اینا حلقه در حلقه تمام اقتصاد مملکت از نفت گرفته تو وقتی دستشون هشت درصد پنج درست درصد اقتصاد مالیات نمیده, نمیده. و این هست. همونه که در این حوزه ایناست خب رهبر چیکار میتونه بکنه اومد فرمانم داد نا الان شما بارها میبینید آقای خامنه ای برای اینکه آقای روحانی رو توجیه کنه دو تا امتیاز به اونا میده چهار تا فوش به امریکا میده دو تا به اسرائیل میگه که بتونه روحانی رو تو چون از اول برنامه ریزی قدرت غلط بود از اول اینا نخواستن یک دولت بسازن همونجوری که شما رست. گفتید خواستن در هر و مرج و انقلاب ادامه پیدا کنه و همینه که الان داریم میبینیم کشور ما آرام نمیشه رست. در هر همین آدم نگران میکنه دیگه خیلی امیدوارن که یه توافقی بشه ولی به نظر من جا داره هر ایرانی نگران واقع. باشه واقع. چون منویز چی میشه تزاهای... یه موقعی بود که خب این قربی ها میرفتن دنبال عواملی که نزدیک بودن با آقای رفسنجانی با وارد گفتگو بشن و مذاکره بشن تا اینکه این آقای ولی نصر یه مقاله که آقا آدرس اشتباهی دارید میرید رئیس من خامنه ای با اون میرید وارد مذاکره بشید بله. خب ولی این هم واقعیت نداره الان اینا تجربه کردن چون صنایع هسته ای که دست رهبری نیستش که و معلوم نیست در پایان بالاخره چی بشه درسته آقای روحانی ممکنه تعهداتی بسپاره خود وزیر خارجه وزارت خارجه ولی رو کاغذه نه خود آقای خامنه ای ما... عمل باید ببینیم چی خود آقای میگه دین ما اجازه نمیده با سلاح هسته به کار ببریم ولی مگه سپاه اون فرمانده سپاه دین داره نبه. مگه به دین اعتقادی داره وقتی میره بم میده دست حزب الله که برو رفیق خیر رو بکش مگه دین داره مگه با اعتقاداتی داره بلد. تو سوریه مردم رو دارن میکشن اعتقادی به دین داره شما این کاری کرد حالا بلد. اصلا گیرم سال بعدی شما سپاه پاسدارانید امروز رسیدید در آستانه تولید بام اتفاق خیلی مهمیه بله. حاضرید بپای پای معامله این فناوری هست ای رو واگذار کنید معلومه جواب منفی بله. بله جواب منفی. یا در جواب چی میخوایم بگیریم بله جواب منفیه هیچ چی نمیتونی به چاش بگیری بله میگه بمبو درست میکنم هیچ هیچ کاری بهم نمی‌تونه نمیتونه مخصوصاً مخصوصا وقتی اثبات کردی که آقا یکی از هدفهای اصلی استراتژی به اصطلاح محورین گسترش نفوذ در منطقه خاورمیانه است خب شما با امپراتوری درست کنم بله شما یه فناوری رو واگذار کنی مگر فناوری هستی دست آقای صالحیه مگر دست وزارت خارجه بلی. هست دست رئیس جمهور یک مجموعه نظامی نشستن اونجا با آدمایی که براشون کار که اینکه آرزو بکنیم در اون گروه آدم‌هایی باشن که دلسوز باشن و واقعا یه فکر اساسی بکنن حالا ای رضای عزم بیا با هم فکر کنیم فکر کنیم که در وطن ما آدم هایی هستن دلسوز آدم هایی که خب, هستن. خب، که میخوان ایران از این وضع بیاد بیرون به نظر تو چه راهی راه درستی است یعنی خب اون گروه احتمالا نظامی ندارن قدرت نظامی ندارن به نظرت آیا یگان راه راستگویی با مردم و صداقت با مردم و رویاوری به مردم نیست صد در چه راه دیگه داریم دو دو, دو چهار هر ما میگه که آقا اولین وظیفه ای که روحانیت داره حفظ حرمت دین آقا این دین ها از سیاست جدا کرد شما وقتی دین رو تبدیل به سیاست میکنید دیگه انتظار نداشته باشید دینی به شما برخورد بکنه سیاسی به شما برخورد میکنه بنابراین چیزی از حرمت دین باقی نمیمونه بله بر... و نمونده این که واقعا حالا اگه دلسوز هستن و تشکیلاتن اولی کاری که آن میکنن اینه که دین رو بفرستن به همون خانه اول همون جایی که بوده حرمتش حفظ بشه چون وضعیتی که الان پدید آمده به نظرم خیلی خ... خطرناکه از این روی که شما هیچ منظری از آینده ندارید هر کس مدعی است که آینداری رو به نظر من بله فقط غلط میگه می یه وقتی بود شما میگفتی این دین برای من خط قرمز گذاشته من از این خط, خط قرمز ها عبور نمی دقیقا. کنم وطن فروشی نمی کنم فساد نمی دقیقا. کنم هم. ولی این خط قرمز ها بین رفته مختوش شده وقتی طرف میاد خیلی راحت معاون رئیس جمهوری درست. سی میلیارد برده و بعد الان میان محکومش میکنن چهار میلیارد بده سه سال زندان فلان پنج سال زندان ها. شوخی اونم برمیگرده اون یکی رو یعنی در مملکت ما خط قرمزی نمونده اخ... نه در دین نه در اخلاق انقراض منقرض به معنی یعنی ریزش اخلاقی که تو این دوره شده اصلا بی نصیر آقای دکتر نوریزاده فکر کنید که معاون شهردار تهران نامزدی میگیره برای دخترش بله پولی که ریخته به حساب دختر پنجاه میلیارد تومنه بله. پول تو جیبی داده به دخترش شب نامزدی معاون شهردار آخه چه خبری بعد پریروز اعلام کردن که چهل شهردار ناگر گرفتن به خاطر همه همه تو کار خلاف بودن چی میشه چه خبری چطور ممکنه که یک مملکتی که, مردم رو تا شاهی آخر غارت بکنن آخه حقه آخی من مردم گناه ندارن یه پزشک باید بره ران مسافر کشی کنه تو هم بکن یه جوان پزشکی رفته سخت تری رشته تحصیلی گرفته برای که به مملکتش خدمت بکنه ما امروز گشتیمش پشت رول تو خیابونا به ماشین قدیمی مسافر, بکشه این حقه بله متاسفانه همونجور که شما گفتید وقتی خطوط قرمز اخلاقی مذهبی دینی همه چی از بین رفته من چند روز پیش فیلم نشون دادم یک مردکی به اسم پزشک فلان که کوروش رو انکار میکرد میگفت کوروش اصلا وجود نداشت بعد دوستی رو دو من... بله, پورپیرار. نه پورپیرار. کتاب... یک, یک که به. مجنونی که میاد میگه که خارجی ها آدامس که به بچه هاتون میدن غیرت رو ازشون میگیرن از این حرف حالا داشت رجوع کوروش هست <تصفح> که کوروش اصلا پادشاه نبوده یه مرتی بوده سی تا یهودی رو رفته خریده آزاد کرده یه همچیزه <تصفح> حالا قرار زمینه یه دوست فرزانه به من گفت ملتی که تاریخ خودش رو انکار بکنه یعنی <تصفح> هویت خودش رو انکار کرده اینا دارن ما رو ملت بی هویت میکنن ببینید سریالاشون رو نگاه کنید اثرهای تاریخی رو که پخش میکنن نگاه کنید ما همه داریم بی میشیم ما یه هویت داریم از زمان شاه عباس صفوی بقیه بی چون سنی بودیم یا زرتشتی بودیم یا مسیحی بودیم هویت و شاه صفوی خاملن. به ما داده شاه اسماعیل و هویت و جمهوری اسلامی اومده نجات داده ما قبلا دو چهار بی هویتی بودیم آقای خمینی گفت دیگه آمد نفت و برق و آبونه مجانی کرد و اخلاق به ما داد ما رو درست کرد و الان در سالروز انقلاب که من و شما اینجا نشستیم شاهدان اون انقلاب با هم بودیم لحظه به ده. لحظه شو با هم تجربه از شروعش که این آتیش بلند شد تا پایانش آدمای دلسوزی رو دیدیم که مثل زنده دکتر صدیقی میخواستن به این مردم خدمت بکنن حتی دکتر امینی حتی, حتی خیلی آدمای دیگه که درست. واقعا با جان و دل میخواستن به این مردم خدمت کنند. من یادم نمیره آقای علی اسخر مزخری نماینده کرمان بود و این در مجلس صحبت میکرد من این صدای پر از بغزش در دل من در یاد من هست که چی کار داریم میکنیم یا آدمایی مثل دکتر مشیر که هم شما باید. هست مرد وارستی یا مرحوم بنی احمد یا آقای مرحوم پزشپور که ناله میکردن به هر حال بره، اونا بره، بره. یا دوستانی که روزنامه نگار بودن بره. علی باستانی ها اینایی که تجربه داشتن دیده بودن و بنو شما یادمونه که چه طور یه دفعه بره. این کشور دچار تبی شد که ما رو رسون بود آقای میبودی یادتونه اون روزی که گفتن عکس آقا تو ماهه بله بله یایتون وقت چه کسایی میگفتن هست من <تصفح> من استاد دانشگاه پهلوی دیدم داشت نگاه <تصفح> اون دردناک, دردناک بود دا. یعنی اونا دردناک بود رو نگاه مردم عادی میگفتن چیز نبود ولی اونی که استاد دانشگاه پهلوی شیراز می اومده گفت و شهر شما هم شهر شیراز شما هم یه خود دیرتر تن به انقلاب داد علا رقم وجود اون آیات چپ و راز خب دیگه موجی بود دیگه همه رو گرفت دیگه نمیدونم شاید با اتفاق می با... باید باید... باید باید میکردیم تو یک مقداری خودمون بیشتر بشناسیم ما خیلی قبلت کردیم نسبت به جام و مملکت خیلی و تاریخ و گذشته خودمون چطور ممکنه من روشن فکر مملکت باشم در اون دوره گذشته اسم هخامنشی که میاد کنم شروع بکنه چهیر به زدن و بله. شروع بکنم از <تصفح> یه <نوع> امپریالیزم <تصفح> کهنه سخن بگم بله اینکه کوروش نخست بنیانگذار نوعی امپریالیسم کوخخانه خب به حرفا بعدن هم فکرا اینا کردن خب بعد در گذشته میتون پر پرچم ایران کسی حرف بزنه راجبه گذشته ایران حرف بزنه اول همه معتقد بودن که این گروه هایی که خیلی وابسته بودن به ایدولوژی چپ معتقد بودن که ما باید گذشته رو آتیش بزنیم بر پایه خاکستر گذشته جامعه تراز نور رو ایجاد بکنیم نظام کمونیستی در نتیجه با یه نگاه پر از تحقیر ب... به گذشته افتخار بله این متاسفه ادامه داشت حتی بعد از انقلاب هم شما چپ رو نگاه بکنید ده. الان یواش آرام شدن از این بدن متعلق درنگی دفر. کتایی بکنیم حتفن. و با هم به اتفاق علی رضای عزیزم ترانه گوش بدیم و برگردیم در خدمت حتما گفت با درود مجرد دردته مرجان لب لعل تو مر جان مرا یاقوت نه هم نام لب لعلت و تو یاقوت قربان وفاتم به وفاتم گذری کن تا مگر بشنو و از رخنه تاب <applause> لطافت طبع شاعران هندی بسیار بس. جالب بود در جناس در داشتیم اون وقتا رد العجاز علی الصدر رد الصدر علی العجز دونه دونه این صنایع شعری رو و جالبه بگم آقای میبودی در شعر فارسی این زیباکاری ها که شاید از طبع زیبانگر ایرانی سرچشمه میگفته بیشتر از شعر عربه شعر عرب آه. یه جاهایی هست که وقتی هماسه میشه یا عاشقانه میشه اصلا زیبایی کولاک میکنه یعنی تکون میده آدمو میگه محمود درویش چشمان و خال تو فلسطینی است آواز تو فلسطینی است لبهای تو فلسطینی است روبنده تو فلسطینی است میلاد و مرگ تو فلسطینی است ریباس میاد و و حالا توی این داشتیم در فاصله با علیرضا عزیزم صحبت میکردیم و اینکه این بلایی که به سر ما آمد شاید یه بلای اجباری بود واقعا گاهی اوقات فکر نمی کنی علی باید اتفاق می افتاد یه حرف دیگه با با ما یه حکومت بده کار با خوندو نمی شد کاری کرد اشتران ناپذیره وقتی تاریخ تص... اراده می کنه دیگه خب چون خود انسان هم داره سهیمه ما بسیار غفلت کردیم راجع به گذشته خودمون مستحق بودیم استحقاق داشتیم استحقاق به اصطلاح این چوب کاری رو داشتیم <applause> و باید باید چون روشنفکران ما تصمیم خودشون گرفته بودن هیچ کس واقع. طرف داره اصلاحات نبوده هیچ کس نمیخواد چیزی درست واقعا اصلاحات همه میخواستن زیرو رو بکنن دقیقا. یعنی تصمیم قطعی گرفته بودن که جامعه ایران زیرو بکنن و خب الان برگردید بخونید مجموعه مقالات اون زمان رو ویژه تجزیه و تحلیل هایی که میشد حتی بعد از مثلا انقلاب سفید انقلاب شاه عمر چی انقلاب سفید بود اسمش حتی بعد از اون هم گرچه ایده از اونها کوتاه اومدن و حتی در حزب توده هم یه انشاب صورت گرفت سازمان انقلاب حزب انقلاب سازمان انقلابی حزب توده اومد بیرون از اونجا آقای خروش الله بود قاسمی بود و, قاسمی بود و, و اون دار دسته بودن بود. یه ده از اونا بودن اومدن گفتن که آقا ما از شرایط ایران دور شدیم بله برگردیم ایران چیزی رو که ما الان داریم راجب به ایران میکنیم منطبق با واقعیت نیست وضعیت ایران بله بله برگردیم مثل خود نیکخا مردم پولدار شدن انقلاب شده تو ایران ولی یه دی هنوزم باور نداشتن اونا ایستادگی کردن و معتقد بودن که در ایران چیزی برای اصلاح وجود نداره این نظام قابل قول یه نفرشون میگفت و ما اینجوری میگفتیم که آره کندی به شاه گفته اصلاح بکنم کرده اصلا فکر نمیکردیم به محتواش نه درست کاملا درست آقا زن دارن حق میگیرن سپای دانش کار بزرگی بود سپای خیلی دانش قابل. سپای دانش به نظرم اتفاقی در تاریخ افتاد خیلی مهم بود برای اینکه خیلی از دوستان من و شما بعدها دیدیم اونا. دختر و پسرانی که تو سن 18 سالگی 19 سالگی میشدن رئیس یک ده یک دهکده احترام پیدا میکردن مدت یک سال و اندی و دو, دو سال در اونجا بودن مدرسه می ساختن پل می ساختن باقا. گرمابه بی ساختن درمانگاه می ساختن اینا صاحب شخصیت میشدن بعدا اومدن بیرون شدن بهترین مدیران ایران تجربه عالی بود دیگه برخیشون شدن بهترین نویسندگان ایران امین فقیری یادمون نمیره و برادرش بر. و اینا آمدن تصویر دیگری از روستا رو عرضه کردن یعنی ایرانی ها اصلا روستا رو نمیشناختن روستایی که من میشناختیم از طریق آثار صادق هدایت دقیقاً واقعا چوبه در حالی که روستا تغییر چهره داده بودن و خب اینا خیلی کمک کرد متاسفانه همه چی متوقف شد نمیدونم انقلاب حتی به خودش هم نه مثلا در جلد من خودم فکر گرد. میکنم سپای دانش چه عیبی داشت که انقلاب ادامش نداد دقیقه خیلی سال, ما مهمیه خیلی سال مهمی. درست است نقصت سواد آموزی رو درست کردن به ریاست یک آدم بی سواد شالاتان به نام قرائتی. اون او وقت در سپاه دانش ما چه شخصیت هایی چه مدیرانی داشتیم در سپاه دانش دقیقا هم. خیامی چه خیانت که شما راش ادامه نداد. واقعاً, واقعا خب راش ادامه میدادی بعد الان بیان التماس بکنن که به مدیران صنایع بزرگ نه. ما با کارآفرینان که آقا تو رو خدا بیان برگردیم کارخونتون ما ورشکست کردیم نابود کردیم حالا بیاین درست کنیم دیر شده خیلی دیر شده خیلی دیر شده و واقعا آقای دیر شده. گمان نمی کنی که همون جور که اساس و پایه اینجوری به هم ریخت برای بازسازی باز یه اساس و پایه به هم ریختن لازمه یعنی واقعا شما نمیدونم دیدی این برنامه که من رفتم راجبه شجره بخشش امروز دیدم خب من دارم حساب میکنم الان اینا در همه جای مملکت نشستن و چنگشون انداختن برای یه تحول اساسی یا بعضی از این آدما باید زیر رو متحول بشن یا یعنی اینکه واقعا بعد یک جمع جدید چون دیاره. تجربه تاریخی داری من نشون میده که ایرانی ها گاه رسیدن واقعا به این حد یعنی اشباش نظر فساد تباهی نابودی ولی بعد یه دوره شجفتنگیز در تاریخ ایران رخ داده همه چیز عوض شد یعنی ایرانی دوباره برگشتن سر جلیل عمداش هم اینه که دوشتر نوریزاده عزیز فرهنگ ایران خیلی نیرومنده خیلی خفه و خودش تولید میکن بودن در یه دوره بوده خب کسانی بودن واقعا دشمن فرنگ ایران بودن نابودش ولی بعد اصلا. نگاه میکنیم این نوه و نواده و بله. او حکومت رو به دست که آمشه شارخ میرزا بله. شما برید مثلا تو حکومت ایلخانیان یا حکومت گورکان در هند حکومت گورکانی هند عشق بله. و علاقه ای که به ادبیات فرهنگ ایران داشت در کشمیر پادشاهی داریم به نام زین الدین بله. خودش شعر به زبان فارسی میگفت و از زمان واسه اصلا زبان فارسی شد زبان رسمی اصلا تاج محلی که از شما میرید تمام به فارسی, فارسی شعر بله. یا در عثمانی یا در عثمان خیلی جالب بود سلطان, سلی؟ سلطان سلیم سلطان سلیم اول شعر به زبان فارسی و حتی آقای میبودی در همین سریال عریم سلطان بله. که یه بله. یه هم اعتراض کردن بله. در بخشهایش بود که سلطان برای عشق شعر فارسی, فارسی. و به فارسی داره. شعر میگفت و یک شاعر مستعار اسم اختراع کرده بود میگفت فلانی گفت و خودش شعراش رو به فارسی و بعد بچه هاشون رو فارسی یاد میداد بله درست کاملا درست یعنی اینا افتخار میکردن به زبانه. و خب این فرهنگ به این نمیره یا شما در, نمیره. در نمیره. کاشقر چین میرید اونجا میبینید زبان ادبیات فارسی بعد. هست بعد. حضور داره ابن یه چیز جالب خوندم که اولاد از گرد و این برادران میره وقتی اینا میرن به چین دیویس سال اونجا برای خودشون یک دارست؟ جایگاهی درست در کوشنامه ای که خود دکتر جلال متین رو تصدیق کرده که ده هزار بیت یه حماسه حیرت انگیز دوره زها فرزندان جمشید می بله بله یعنی اولین تبعید ایرانی هاست برد. جالبه اینقدر خطر تهدیدشون میکرده مثل این دوران بوده دوره اولیه که اپوزیسیون در پاریس بود بلد. همه نگران عملیات تروریستی بودن اون زمان در چین هم ایرانی ها تو جنگل زندگی میکنن مخفی میشدن مثل آپتین فرزندان و نواده های جمشی در اونجا و به نظر میکاهد شگفتنگیز یعنی میخوام بگم که این اتفاقات در تاریخ زیاد افتاده ولی فرهنگ ایران خودش بازسازی کرد باز تولید کرده این خیلی باهم هیچ از این بابت ما نباید نگران باشیم بخوانید اردابی رافنامه رو مال دوره ای که فساد ایران رو میگیره ایرانی ها این پیران دل میشینن فکر میکنن آقا چیکار کنیم ایران داره از بین میره این مقدونی ها این سربازان این به اصطلاح بازماندگان اسکندر جمار رو از روزگاری مملکت در آوردن میگن آقا یه نفر بفرستیم بره با خردمندان در اون دنیا مذاکره کنیم خیلی قشنگه خیلی قشنگه یک جوانی رو به نام ارداویراف رو پیدا میکنن که آدم خیلی پسته پاک شریفی بوده از همه بهتر میگردن اول هفت هستن بین از هفت چهار نفر انتخاب میکنن از چهار نفر دو نفر بالاخره ارداویراف میشه بهترین ایرانی که میتونه این ماموریت انجام بده هیچ اینو میفرستنش به با عالم بالا میره به عالم بالا برمیگرده دیدار داشته زرتشت میبینه کوروش میبینه چی کار کنیم میگن آقا برید این کارا رو انجام بدید خب تمثیله دیگه ولی جالبه یعنی میخوام بگم که این اتفاقات در تاریخ ایران زیاد افتاده ولی خوشبختانه تاریخ ایران سرشار از شگفتی و حیرت و بعضی حوادث یک شبه رخ میده بدون که اصلا آدم فکر چه کرده باشه در چه ما باید همین منتظر باشیم که وارد یه دوره جدید بشیم فرانگیران ایران دوباره خودش باز تولید بکنه اخلاق دوباره سر باشه ما برگردیم به خونه اول من نمیگم برگردیم به گذشته خطر نیست بله گذشته تمام شد گذشته در گذشت بله. باید به فکر آینده بود و من مطمئنم یه کتاب داره آقای آرتو کپلر که به نظرم فوق‌العاده کتاب جالبی است درباره اینکه تردید نداره با توجه به همه نشانی ها که ایران در آینده که ابرقدرت خواهد بود چون تمام ویژگی های یک ابرقدرت داره, داره. داره. انسان های تحصیل کرده داره دقیقا. منابع داره منابع سروت انسانی, سروت داره. انسانی داره ثروت انسانی داره طبیعی داره ثروت فرهنگی داره, سروت 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 فرح. فرح. داره. تاریخ داره, داره. علی جان ببین. همین الان که اردوگان تو فکر افتاده حالا اون به خاطر توسعه طلبی هایی که داره ولی ما کاری به اونا نداریم ما به فکر فرهنگ ایران همین که میخواد جبیره عربی فارسی رو برگردونه ببین چقدر به نفع ایران بله بله یعنی بله. اگر برای اولین بار بعد از دوره خلافت عثمانی دوباره این بشه دبیره رسمی در ترکیه بله. یعنی تمام اون موتور خونده بله. میشه بله. تمام اون چیزایی که بله. بله. جغرافیای زبان فارسی گسترده گستر دوباره میره تو پشت دروازهای های اروپا بله. یعنی جای اولیه خودش رو از این برم میکن. تو آسیه میانه الان شما میبینید در تاجیکستان دبیره فارسی هم, هم گذاشتن بغل بله، دبیره بردرست. بله سیرلیک, سیرلیک. و مردم دارن میخونن دقیقا در دو شهر ازبکستان سمرقند و بخارا هم این کار داره میشه در دره فرغانه افغانستان هم که هست و یعنی ما خیلی داریم یعنی ظرفیت بلقوه بسیار داریم این باید بلفل بشه متاسفانه امروز افراد دلسوزی نیستن امروز کیاب دارم آقای جنتی داره من اداره میکنه مردم تشویق میکنه من اینکه یه بعد قضا یا در فکر توسعه فقر مملکتی با این ثروت سرشار با این همه منابع با این جوانهایی که آدم افتخار میکنه به وجودش در هر جای دنیا هم که میرن خوشبختانه اینقدر استعداد دارن که بلافاصله نقش کلیدی بهشون میدن الان توی یاهو نگاه کنید گوگل نگاه کنید ای بی نگاه کنید همه جا بکتل نگاه کنید تمام کمپانی های بزرگ الان این مجموعه 400 کارشناسی که در خود مدرسه نفت ایران پرورده شدن بودن خارج تحصیل کردن همشون تو تکساس در کمپانی های بزرگ نفتی هم هم در راستا. ناسا, آسا. که خود شما باشون صحبت میکنید با بعضی بار. هاشون بیمارستان های آمریکا بیمار چند تا رؤسای دیپارتمان و بخش ها و, و شرکت نفت دست کی بود آقای گنده رستم چی بود اسمش شما آدم آدم دردناک خیلی داری داری درد. شما فکر خیلی دردناک آدم, آدم, میتونه قاهرت کنه ما بله. میخواد یه حکومتی داشته باشیم میتونن اهالیش وضع خوبی داشته باشن خانه خوب اشکال نداره کنار دریا فلان ماشین راننده آقا ولی لازم نیست شما چه شاهی آخری مردم رو قاهرت بکنه آخه چه اصراریه چرا باید اینجوری باشه چرا باید هشت هزار فارغ تاثیر رشته پزشکی چه آژانس رو نمیدونم کار بکنن یا مسافه کشی کنن یا بیکار باشن حالا آقای میبودی ما نمیخوایم ناسه رژیمی بشیم که سر تا پاش خطا و اشتباه ولی بنده و شما دو تا آدمی هستیم از اهالی کینه نیستیم و در این حال سربلندی و سرفرازی رو میخوایم حالا بیام حساب بکنیم این آقایونی که قدرت دستشونه چه اشکالی داره اینا بیان این همه ایرانی برجسته تو جهان راضیشون کنن دعوت کنن بگه یه چیزی براتون میگم دلتون میسوزه دلمون میسوزه دانشگاه اربیل ده هزار دلار داره حقوق میده به پی اچ ها برای اینکه اونجا درس بدن باشه ده هزار دلار هفت هزار دلار به کسایی که مستر دارن عارف. خانه بهشون میده شما میدونید چند صد استاد ایرانی از ایران و از خارج رفتن اونجا دارن درس میدن خب درایت دکومتری ای کرسی زبان ادبیات فارسی گذاشته درایتش درایتشه درایتش 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 زبان ادبیات آقای نیچیروان بارزانی به من گفت ما پول نمیخوایم ما چیزی نمیخوایم بگید ایرانی ها برامون کتاب فارسی بفرستن یک میلیون کرد در کردستان عراق فارسی حرف میزنن چون در ایران بزرگ شدن در ایران زندگی کرد یک میلیون کورد. کنسرت ایرانی که میره از همه جای جهان بیشتر میرن چقدر اینا برای ما ارزش داره خب برای اینکه اینا متوجه شدن اقتدار در نام نیک تو این دنیا و فهمیدن چه کار بکن کردها موفق بودن خیلی موفق بود. شما فکر کنید سر بازپسگیری کوبانی دنیا برای اینا چه بود همه بود. کف زد همه خوشحال شد پس گرفتن, پس گرفتن. همه خوشحال شد با افتخار پس. با اینکه شهری دیگه باقی نیست یه خرابه تحویل دوباره تحبیل دوباره, شد. می سازن. دوباره می سازن. ولی اهمیت این دوباره اینه می که سازن اینا کاری کردن متن. که بله. امروز تبلی شدن به جزیره ثبات و موفق شدن بله. بله. ف... یه... یه نمونه و نمونه درخشان همه دنیا شکست ناپذیری داعش رو به این افسانه بله. خاتمه دادن و هر جا داعش هم پیروز دوباره سعی کرد به طرف کرکوک بره اومدن بیرون زدن لتوپارش کردن بیرونش کردن یعنی میخوام بگم کردان نشون دادن به قول شما چون زمان رو میشناسن تاریخ و بعد مسئولیت خود رو به آیندگان مسعود بارزانی میگه من نمیخوام مصائبی که بر ما و پدرانمون تکرار شد، رفتار شد بر ما تکرار بشه و برای فرزندانمون این رژیم باید بدونه آقا شما رفتنی هستید عمر نو هم ندارید الان آقای خامنه ای مریضه و مشکل واقع. داره چند روز قبل در گذشت یه پادشا رو دیدیم مردمش براش گریستند و بعد با همون سنگریزه ها پایان گرفت نقب و بارگاه و نه چیزی بحیف. جهانی هم سر تعظیم فرو آورد و رفت تکریمش کرد ای کاش رهبران جمهوری اسلامی هم این رو داشته باشند وقتی آقای خمینی رفت میلیون ها انسان نفسی به راحتی کشیدند ولی بگذارید وقتی یک رهبری میره قطرات اشکی برای او بیاد و به یادش باشن دیگه عجب... دنیا خوشحال عجب کارهای خوبی کرد آه. عجب کارهای مهم می کرد چه تو عیبی داره آدم بیاد بگه آقای خامنه ای همه آدم های محکوم به مرگ و بخشی آه. به, به بچه های کسانی که بی دلیل کشته شدن بورس داد بورس تحصیلی داد کمک کرد میدونید یعنی برست. کارهایی که انجام شده نیست و من نمیدونم اینا که به قدرت میرسن آقای میبودی چرا یادشون میره که کارهای خیلی خوب هم میشه کرد برای که آدم پایدار باشه محبوب باشه تاریخ هم به ما اینو یاد داده همطور که شما گفتید الان یکی از ثروت های بزرگ ما ثروت انسانی ماست متاسفانه بخشش در خارج برست. به صورت براکنده درست مثل یک نمیدونم یک گونی اسکناسه که همچین پرد آره. باد بیاد و اینها رو ببره این بر یکی باید اینها رو, رو جمع بکنه دیگه خب متاسفانه کار خب صورت نگرفته که اینا هم ارتباط ارگانیک به هم ندارن هر کدام هم در یک گوشه از دنیا دارن کاری انجام میدن کاری که میکنن کار جهانیست است کار خیلی مهم با ارزش اغلب هم کارهای کلیدی دارن خب اینا بابا منظومه شمسی رو میتونن آباد بکنن چرا نباید یک کسی بیاد اینا رو جمع بکنه بر تو مملکت خودشون و چه امکاناتش نباید باشه شما نگاه کنید چه بسیار دیپلمات های برجسته ما در قربت درگذشتند یا در شرایط بدی زندگی اینها اینا میتونستن به دیپلماسی ایران جان بدن تربیت کنن نست تازه همین کارشناس های نفتی رو که آقای میبودی اشاره میکنن و در هر رشته در رشته پزشکی در رشته های مختلف چرا نباید از این سرمایه ها استفاده کرد واقعا نمیدونم شاید در این سنگ ها یک این آه داغ ما که از دل برمیآید اثر بذاره و ما شاهد این باشیم که آقای وزیر امور خارجه آقای محمد جواد ظریف که میتواند با دشمنی که 25 35 سال گفتن مرگ بر او با هم قدم بزنن صحبت کنن می تباند. بیاد خارج دیپلومات های ایرانی که در خارجن دعوت کنه یه جلسه باشون بذاره بنشینه من دردناکه وقتی میبینم شخصیتی مثل دکتر احمد مدوی دامغانی در هاروارد میبرن در فوق دکترای ادبیات عرب, عرب و فارسی درس بده و در ایران محروم باشن از وجود عشیبه. این آدم خیلی حلقه خیلی. و... اونا یه آدمی که خیلی مسلمان, معتقد دکتر جرال متینی رو اشاره کردید بهش یه مقاله ای در این شماره جدید ایران شناسی نوشته بسیار جالب درباره فرقه مریمی و جالب. آقای سید حسین سی آقا استفتا کرده قشنگ آقای متینی از سه آیت الله استفتا کرده در برو هنر اسلامی اینا هیچ کدوم دشمن دین نیستن نه. دشمن اسلام نیستن نگاه روشنی هم به دین دارن ولی معتقدن دین باید یه چیز شخصی در قلب ما باشه رست. نه شما دشمن رست. دینی نه من هستم هرگز حرمتم میگذاریم مادر ما نماز میخونه و میخوند و و هیچ کدوم هم دشمنی با دین نداشتیم ولی متاسفانه دین انحصاری مصادره بله شده همیش. خدا مصادره شده و دین آلوده به سیاست ایاد جمال دین من بارها اینو گفتم روحانی از این خاندان بزرگ نماینده مجلس عراق گفت آقا من واقعی که میرم تو مجلس قرآن و امامم رو میذارم بیرون روح القوانین منتسکیو رو میگیرم میرم تو خیلی حالی قشنگر. حالی قشنگر. خیلی قشنگر. قشنگر. و حالی این نشان دهنده اینه که هستن کسانی که درک میکنن قدرت و حکومت چه لطمه ای به دین و اساس دین میزنه آبا دین قشنگی داشتیم آقای میبودی من و شما عرفایی رو میشناختیم بله بله. رو می پدر خودم رو دیده بودیم و بعد اون خیلی. آدم های چیز روحانی چیزا سرشون که میدیدیم می همین مرحوم مج... آقا مجد محلاتی خب یه روحانی بود خود آلوده قدرت هم نکرد و یا فرزندش که استاد و دانشگاه کولمبیا و اینا به هر حال خانواده روحانی خوبی هم ما در ایران خیلی داشتیم خانواده سنگلجی سنگلجی مرد بزرگی بود مرد برغعی سنگلجی اینا کسان آدم های برجسته بودن و متاسفانه اینها همه کنار زده شدن شما الان نگاه کن یکی از روحانیون حسابی تو میدون نیست یه تعریف میگم که ریخ سودن ماموران حکومتی نزدیک شرقی امامزاده ای بوده امامزاده کوچکی بودن خرابش میکردن این شاگردان علوم دینی طلبه ها گریان صبح میریزن خونه آقای سنگلش به داد بده چی شده تران خراب میکن چی رو خراب میکن امام زاده فلان بعد ایشون میگه که اولا در انتصاب این امام زاده به عیمه که جای شک بعد هم بپرسید میخوان چی جاش بسازن اگه میخوان مدرسه بسازن براشون کفم بزنید تشکر کنیم اگه میخوان کازینو بسازن بیاد چه گریه بکنی به هم میشینیم گریه میکنه بله طرز فکر دیگه به همون دلیل سنگ لجی ها مشکات ها راشد ها کدوم دیگه ازشون سخنی به میان نمی آید و جز فراموش شده گان می شود عزیزم من که سیر نمیشم گفت نشستن با و گپ و گفت چقدر خوشحالم اینجا بودم تو استودیو ایران فردا در لس آنجلس ممنون از علی لیبرمان عزیز که امروز خیلی جالب بود آرش هم با ما بود آرش که واقعا بنده. زحمت میکشه یعنی سایت ایران فردا سایت خریج فارس نمونه است گفتم آرش و کار فوق العاده چقدر بیننده داره گفت که مای بالایی بله مالا مالا بله مالا مالا بله بله میلیون فارسه و سایت تلویزیون اونم هم فوق العاده است و بسیار تهیش در علی جان من نظرم بگم یک چیز در چند کلام که من هیچ شخص در زندگی اینقدر امیدوار نبودم نسبت چه خوب آینده کل خبر بیان فقط ما ایران نیستا بسیار خوب چون معتقد شدم که دیگه نمیشه اتفاقی تو خبر میان کشور بیفته رو بقیه اثر نداشته دقیقا. دقیقا رو هم دیگه اثر دارن طبعا. یک خاک برداری بزرگ در منطقه خاج. داره صورت میگه باید صورت میگیره و و به نظر من آینده متعلق به تمام کسانی است که علاقه دارن در دنیای فردا زندگی از زیروز خبری نیست زنده باد عزیز ایران سربلند ایرانی سربلند. سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان جا هست همیشه استوار و در احتزاز بود ایرزا نوریزاده به اتفاق نازنینم علی رضای میبودی تا فردا همه شما عزیزان را به پروردگار عاشق می سپارم خداحافظ